ادامه درس میگیم دیگه، الان کاری ندارم. پس درباره جسم دو تا چیز مهمه، یکی سایز جسم که کوچولوه، اوکی، و یکی هم محل خروج دندید و آکسون از جسم. آکسون این دوستان گلمون هم که میشه بخش سوم، نکته خاصی نداره دیگه، چون گفتیم دیگه آکسون و پایانه آکسون که دو حالت داره، یا کوتاه‌تر از دندریته که گفتیم دیگه، یا بلندتر از دندریت. روال آقا چه ویژگی هایی رو اگر ذکر کرد منظور فقط نورون حسی است؟ می نویسم ویژگی هایی که منحصرن یعنی انحصار، منحصرن مربوط به نورون حسی است. یه موقع میخواد سوال رو بپرسه، بگه راجب نورون حسی کدوم مورد درسته؟ میگه راجب نورون هایی که فلان ویژگی را دارن کدام مورد درست است؟ بعد اون ویژگی مربوط به فقط نورون حسیه و بدونی چه ویژگی هایی است. یک، فقط یک دندریت دارند. این ویژگی فقط ویژگی نورون های حسی است. چه درصدی از حسی ها؟ همه حسی ها این ویژگی رو دارن، نه فقط در حسی ها بلکه همه حسی ها این ویژگی رو دارند. ویژگی بعدی، دندریت غیر منشعب. این ویژگی انحصارا برای حسی هاست، نه همه حسی ها، برخی حسی ها. همه حسی ها اینجوری نیستن، حسی داریم که چیزش منشعبه، دندیدش منشعبه. سه، دندریت بلندتر از آکسون. یه همچین چیزی رو ما در حرکتی ها و رابط ها نداریم. البته باز همه حسی ها اینجوری نیستن، چون تو حسی ها آکسون میتونه بلندتر از دندید باشه. باز دوباره می نویسم برخی حسی ها. آقای برخی که می نویسم منظورم درصد کمی نیستا، یه سریاشون منظور اینه، یه سریاشون اینجوری هن، یه سریاشون اونجوری هن. برخی و اغلبش نکنید تو ذهنتون، یه سری. ویژگی بعدی، جسم سلولی کوچک. اینم یعنی نورون حسی و اینم در همه حسی هاست، مثل یه دونه دندریت. همه حسی ها جسم سلولی کوچک دارن. و آخرین ویژگی که انحصاراً از اجزاء نورون حسی مطرح می شود خدمت شما این است که خروج آکسون و دندریت از یک نقطه جسم که در هیچ حرکتی و رابطی ما یه همچین چیزی رو نمی‌بینیم. البته باز همه حسی ها اینطوری نیستن، چون حسی هم میتونه دندریت از یه ور بزنه بیرون، آکسون از یه ور. برخی حسی ها اینطوری هم میگه در رابطه با نورونی که دندریت و آکسون از یک نقطه آن خارج میشوند کدام مورد صحیح است. یعنی راجع به یه سری از این حسی ها، حرکتی رابطه بازه کنار، تازه همه حسی ها نه، یه سری حسی ها. میگه راجع به نورون هایی که جسم سلولی کوچکی دارند کدام مورد درست است، یعنی نورون های حسی همشون. میگه راجع به نورون هایی که دندریت غیر منشعب دارن کدام مورد، یعنی یه سری از حسی ها. باز دوباره راجع به نورون هایی که فقط یک دندریت دارن کدام مورد، یعنی همه حسی ها. فهمیدیم؟ خب بریم سراغ اجزای نورون های حرکتی و رابط که عین همن، بنابراین من لازم نیست جدا بکنم. اجزای نورون های حرکتی و رابط، اینا قطعاً چند دندریت دارند؟ Có thời gian đâu mà tao chỉ có
Lên mà hái mình nấu mà ăn.